بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما فارسی زبانان محترم در هر کجایی که هستید. برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا را تلویزیون جهانی هادی میبینید. بسیار تشکر میکنم که باز هم تلویزیون جهانی هادی و باز هم برنامه روشنا را انتخاب کردید برای نگاه کردن، انشالله استفاده کردن. تا نهایت برنامه هم انشالله همراه ما باشید. روزه و نمازهایتان هم عزیزان و روزداران محترم مقبول درگاه حق تعالی باشه. در این روز شنبه بسیار زیبا، در این هوای نسبتا گرم و آفتابی کابل در خدمت شما هستیم. مهمان عزیز ما در برنامه هم چون شنبه های دیگه خانم روانشناس تربیتی خانم حسینی بزرگوار هستن. اجازه بدن یک سلام و احوالپرسی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمت بینندگان، اولیا، مربیان، کسانی که با کودکان سر و کار دارن، ان شاء الله که در صحت و سلامتی کامل و سر ببرن و روزه و طاعاتشان هم قبول درگاه حق باشه ان شاء الله. ان شاء الله. بسیار تشکر از شما. اما بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964 780 255 4013 همین الان هم در اختیار شماست. شما عزیزان میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید. نظرات خودتون، انتقاد و یا پیشنهاد اگر دارید، ما بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان رو دریافت بکنیم. اما موضوعی که امروز میخواییم با کارشناس محترم صحبت بکنیم، یک موضوعی است که شاید ذهن شما عزیزان را هم به خود درگیر کرده باشه و اویست که در بسیاری از کتابهای روانشناسی یا کتابهای اخلاقی، منابع دینی، منابع انسانی، وقتی که انسان مراجعه میکنه توصیه های اخلاقی بسیار زیادی رو برای خودش میبینه. دروغ نگو، غیبت نکن، با دیگه افراد مهربان باش، خصت نورز، بخیل نباش، و یا به قول روانشناسا مثبت باش، دنیا رو خوب نگاه کن و هزاران توصیه دیگه که به انسان میشه. وقتی که به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که ایجاد کردن بسیار از خصلت ها در خودمون و یا رفع کردن بسیار از خصلت های ناپسند از خودمون کار بسیار سختی است، در حدی که انسان احساس میکنه شاید ناشدنی باشه. اما مسئله است که اگر که در کودکی و در طفولیت شاید اگر این خصلت ها در ما ایجاد میشد، الان برای ما اونقدر سخت معلوم نمیشد. یک ذره مثل است که میگه که او درسی که در کودکی درس و فسقر که نقش فل حجر، یعنی درسی که در کودکی به انسان داده میشه مثل نقشی که در سنگ زده میشه. اما تا این است خانم حسینی، موضوعی که امروز شما از قبل اعلام کردید که با ما میخواید که صحبت بکنید عزت نفس است. خب قطعا ما هم دلمون میخوایم، ما انسان هایی که کامل و بلوغ رسیدیم، بزرگ شده ایم، بزرگ سال هستیم، عزت نفس داشته باشیم در زندگی، از مواهب عزت نفس بهرمند شویم. اما خب بسیار اوقات متاسفانه نمیشه. حالا ما چی کنیم که به اولاد خودمون این مسئله را ایجاد بکنیم؟ داشته باشیم از عزت نفس، چون گاهی در جامعه ای باور است که عزت نفس را به همراه با اعتماد به نفس به کار میبرد، در صورت که بسیار دو مقوله جداست. عزت نفس یعنی خود ارزشمندی، خود دوست داشته شدن، کسی که خودش مورد احترام و تکریم قرار میده، کسی که خودش قبول داره، کسی که به توانایی های خودش باور داره، کسی که خود به قولش میگه انسان مثبت میدانه، کسی که ویژگی های منحصر به فرد خودش قبول داره و میدانه که من اشرف مخلوقات هستم، من موجودی هستم که خداوند مرا از نفس خودش خلق کرده. اگر ما به این باور برسیم که خداوند وقتی بشر خلق کرد به خودش تبریک گفت و خودش آفرین گفت که من چه موجود خارق‌العاده‌ای خلق کردم، و ما به این واقع باشیم که ما جانشین خداوند بر روی زمین هستیم و اشراف داریم بر جهان هستی، گاهی میتونیم با گرفتن علم، دانش، آگاهی جهان در تسخیر خود در بیاریم. در واقع هست همه چی از حیوانات، از اشیا در تحت فرمان انسان است. پس انسان یک موجود بی‌نظیر و خارق‌العاده است، انسان خلیفه خداوند است، خلیفه خداوند است. به خاطر همیست که میخوایم بگیم که چه کسانی دارای عزت نفس است. عزت نفس گفتیم که خودشون قبول داره، اشتباهات خودشون هم قبول داره.
یک انسان متعادل است. این رقم نیست که بگه خب ما یک واژه میگیم خودشیفته باشه یا خودنمایشی باشه یا عامیانش بگه از خود خوش باشه. نه، انسان نیست که در کنار توانمندی ها و ویژگی های خوبی که داره اشتباهاتش هم میپذیره. یعنی انسان انتقاد پذیر است. اگر کسی از او انتقاد بکنه بسیار با روی خوش، بسیار با خوش اخلاقی میپذیرم، میگه چقدر خوب کی رو به من یادآوری کردی و اصلاح میکنه. انسانی که در تعامل و تعادل با دیگران بسیار خوش برخورد است. این خیلی با تصور عمومی از عزت نفس فاصله داره نسبتاً، چون ما همین حرفی که شما فرمودید، ما فکر میکنیم یک نفر که عزت نفس داشته باشه باید از خودش بسیار خوش باشه، از خودش بسیار راضی باشه و نپذیره که من هم کدام کاستی یا کمبودی دارم. گفتیم برعکس است. کسی که عزت نفس واقعی رو داره انسان نرم است، انسان انعطاف پذیر است، انسانی است که با هر محیط و هر شرایط و هر نوع انسانی در سازگاری به سر میبره و یک توانمندی است. انسان‌هایی که اگر گفتیم از همون کلمه غرور استفاده بکنیم یا از حالتی که از خود خوش باشه، نمیتونه با محیط کنار بیایه. چرا؟ چون احساس میکنه خودش برتر است و دیگران را قابل همنشینی خود نمیدانه. در صورت کسی که دارای عزت نفس است، انسان محترمی است، انسان مؤدبی است، انسانی است که هم نوع خودش میپذیره، انسانی است که یک ارتباط بسیار نرم برقرار میکنه و نرم خوص به قول ما، خوش اخلاق است. در مراوضه با دیگه افراد بسیار این صفت‌های دوست داشتنی هستن. دیگه افراد دوست دارن با این رقم افراد مراوضه داشته باشن، رفت آمد داشته باشن. به خاطر همیست که گاهی حتی مقامش، تحصیلش، موقعیتش هیچ نوع تأثیری در برخورد اجتماعی و فردی و اخلاقی او نمیگذاره. برعکس بیشتر نشانش میده. انسان‌های واقع‌گراست، انسان‌های بسیار نکته سنجن، انسان‌هایی است که آگاهی دارند نسبت به نگاه دیگران و اصلا انسان‌هایی نیستن که نظر دیگران از این لحاظ که ایره قضاوت کنه اذیتشون بکنه و بگه که خب ما فلان کار انجام بدم که فلانی فلان چیز را برای ما انتقاد نکنه. در صورت که خودشان است، مثل یک طفل است. طفولیت و کودک عزت نفس و خود واقعیش یک کودک داره. یک کودک هیچ وقت نقش بازی نمیکنه که شخصیت خودش رو بکنه. یک کودک همون کودک است با ویژگی‌های کودکی که با محیط ارتباط برقرار میکنه و انسان‌هایی که دارای عزت نفس است همون کودک است. همون کودک درونش که صاف و صادق است. ما با عزت نفس به دنیا میایم و بعد او را به مرور زمان از دست میدیم. بله، با عزت نفس به دنیا میایم و گفتیم این را میخواستیم که عرض بکنیم و چی میشه که من یک انسانی هستم که دارای عزت نفس پایینی هستم ندارم و برعکس کسایی که عزت نفس بالایی دارم. پس ما خداوند ما را با تکریم، با احترام در این جهان فرستاده و خلق کرده. خب این نقش والدین، نقش محیط و اطرافیانم است که بر عزت نفس من تأثیر میذاره. چی چیزای باعث میشه که عزت نفس من افت بکنه و پایین بیایه؟ برخوردی اطرافیان و والدین و گاهی من میگم از روی ناآگاهی است، از روی ایست که او اطرافیان ما یا والدین ما او علم نداره، میخوای که کودکیش رشد بکنه، منتها راه رشد و بالندگی را نمیدانه. از طریق تحقیر کردن، آزار دادن، از طریق کلمات، از طریق سرزنش کردن، از اینکه کارش و شخصیتش مورد انتقاد قرار بده. چرا که احساس میکنه که خب با این کارایشی که ما توبیخ بکنیم که طفل ما رشد بکنه. در صورت که برعکس عمل میکنه، متاسفانه برعکس عمل میکنه. ما پدرها و مادرها اهداف تربیتی درستی داریم، بچه‌ان خودمون میخوایم که خدمت بکنیم، اولاد خود خوب تربیت بکنیم، یک تأثیر میگذاریم که اگر خدا نکرده ما با سرشان نبودیم اینا بسیار بهتر هم تربیت میشدن و پیش میرفتن. خانم حسینی، سوالی که به ذهن میاد است که شما اشاره کردین که عزت نفس و اعتماد به نفس، خب تفاوت بین این دو مفهوم چی میتونه باشه؟ ما گفتم یک بحث جدا باشه. برای اعتماد به نفس یک برنامه ویژه میخواد. به خاطر همین گفتم که همزمان گفته نشه
که بسیار تفاوت داره. اشاره نمی کنید، فقط یعنی مختصر بدونیم مختصر. که تفاوتی وجود داره. عزت نفس همین باور داشتن خودشه با تمام کاسی ها، کمبودی ها، یا در واقع میگیم خودشه با همین شکل، با همین قیافه، با همین اخلاق و ویژگی های درونی و ظاهری که داره میپذیره. اما اعتماد به نفس توانایی انجام کار و توانمندی است. ممکنه فردی دارای اعتماد به نفس کم یا کاذب باشه، منتها اصلا عزت نفس نداشته باشه. بسیار توانمندی داره، بسیار خلاق است، بسیار اجتماعی است، اما اعتماد به نفس بسیار ضعیفی داره. پس بسیار تفاوت است. در واقع اعتماد به نفس زیر مجموعه عزت نفس است. اگر من عزت نفس داشته باشم و اعتماد به نفس رو هم کسب بکنم و به دست بیارم، یک انسان دارای بسیار شخصیت عالی میشم. درست است. پس انشاءالله در همین برنامه خانم حسینی ما قرار از شما بگیریم که انشاءالله در برنامه های آینده مفصل در مورد اعتماد به نفس صحبت کنیم. تشکر از شما. اما یک میان برنامه رو بینندگان عزیز و محترم ببینیم، باز بعد از اون انشاءالله در خدمت شما و کارشناس محترم خواهیم بود. خداوندا، خداوندا یاریم کن که روزه و شب زنده داریم، در این با مقبول درگاهت واقع شود. ای معبود جهانیان، یاریم کن تا از خواب غفلت بیدار شوم و گناهانم را بر من ببخش. تشنه‌ام، تشنه دریای رحمت الهی، با جسمی گناهکار خود را به ساحل این دریا رسانده‌ام تا در آبش تطهیر کنم. سهمم از این ما همین اعمال است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، عزیزان و بزرگواران. شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنان از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی، روانشناس بالینی، در مورد موضوع عزت نفس و روزه‌داری. خانم حسینی، شما در مورد عزت نفس صحبت کردید، یک تعریف از عزت نفس داشتید. حال میخوام که برای بینندگان محترم ما بگویید که یک فردی که عزت نفس داره چه ویژگی‌هایی داره؟ یک فردی که متعادل است، بسیار سازگار با محیط و با انسان هاست، خوش درک است، دیگران رو در هر شرایطی درک میکنه. مثل ایست که مثلا اگر یک قراری با کسی داره و کسی که داره عزت نفس است، پیش داوری و قضاوت نمیکنه، زود عصبانی نمیشه، زود تصمیم نمیگیره، در واقع درک میکنه. خب میگه شاید اتفاقی ممکنه براش پیش آمده باشه، شاید برنامه‌ای براش، به هر حال یک فرایند منطقی رو برای خودش طی میکنه که از قضاوتش جلوگیری بکنه و این بسیار تأثیر داره روی بهداشت روانش. روان بسیار آرامی دارن، خونگرم و مهربانن، حس همدلی و همدردی با دیگران دارن، همیشه پیش قدم در کارهای خیر هستن، خوش برخوردند، خصوصا با کودکان یک ارتباط بسیار عالی میتونن برقرار بکنن. به خاطر همیست که شاید همون خصلتی که میگیم کودک صادق است، بله، یا کودک درونش بسیار فعال است، این هم میتونه جز ویژگی های کسی که داره عزت نفس هست باشه. واقع بین و واقع گراست، همونطور که گفتیم قضاوت نمیکنه و ای که اشتباهات خودش میپذیره، پس این بسیار خوب است. ای خانم حسینی، رقم که شما میگید یعنی جامعه تمام صفات خوبی که ممکنه اگر انسان داشته باشه، یک فرد داره عزت نفس داره. پس پدر و مادر اگر میخواین که فرزند خود تربیت کنن، قبل از اینکه دیگه موارد رو برایش آموزش بدن، باید سعی کنن که عزت نفس اولاد خود تربیت کنن. بسیار مهم است. من اینقدر برای خودم یک
دغدغه بسیار بزرگ است، چرا که گاهی در جامعه ما میبینیم که اطرافیان ما عزت نفس پایینی داره و این هم از طفولیت است. اگر پدر و مادر عزت نفس رو همه که طفل خود محترم بشماره، طفل خود قابل تکریم بدانه، که ما روایت ها و داستان هایی که از دین خود و از اولیای بزرگ خود داریم، پیامبر سلام الله با کودکان چقدر خوش رفتار بودن. امام حسن و امام حسین علیه السلام میگه وقتی میخواستن تشریف بیارن، پیامبر به احترام دو تا طفلی که بسیار کوچک بود بلند میشدن، میایستادن و با ادب و احترام دعوتشون میکردن و حتی گاهی روی دوش خودشون سواری میدادن که همراهشون بازی بکنن. ببینین دارو عزت نفسه. و یک داستان بسیار جالبی ای بود که روزی امام حسن و امام حسین علیه السلام با یک از یارای پیامبر بازی میکردن، نقش داشتن که هر کسی که برنده شوه باید او یک دیگه روی دوش او سوار شوه. ببینین عزت نفس چقدر مهم است که پیامبر در خانواده خودی عزت نفس کار کرده و هدیه داده. میگه امام حسن علیه السلام که برنده شده بود، بعد او شخص باید سوارش میشد، بعد امام حسن علیه السلام گفت خب چطور تو کسی رو که پیامبر افتخار داده روی دوش خودش سوار بکنه، آیا تو حاضر روی دوش همچین شخصی سوار شوی که او شخص برنده شده بوده؟ دیگه میگه که نه شرمنده، دیگه من نمیتونم، کنار میکشه. بعد مرحله بعد او شخص برنده میشه، میگه خب چون که شما مرا سواری ندادی، من شما رو سواری نمیتونم که سر به سر شوه. اینجا امام حسن علیه السلام میفرماید تو میگه چطور حاضر نیستی شخصی رو که خود پیامبر افتخار میکرد که سوارش بده، تو نمیخوای سوارش بدی؟ میگه راست میگی حقا، بیا من شما رو سواری بدم. ببین چقدی عزت نفس یک طفل داره که زیر بار ذلت و خاری نمیره و کسایی که عزت نفس جواب بده و یک گفتگو رو به نفع خودش پیش تمام بکنه، به خاطر بله همونه که عزت نفس داره، انسان‌های سربلندن، انسان‌های خوشفکرن، انسان‌هایی که ذلت و خاری رو نمیپسندن و هیچگاه زیر ذلت و خاری نمیرن، قابل احترام و تکریمن. و کسایی که عزت نفس ندارن، انسان‌های خجول، افسرده، مضطرب، نگران، انسان‌هایی که قادر نیستن از حق خودشون دفاع بکنن یا یک ادعا بکنه که من وجود دارم. اما کسایی که عزت نفس داره حرف اول میزنن. من میگم مثل ایست که مثل یک دانش آموز است که در صرف در ردیف اول میشینه که اشراف داشته باشه به همه موضوع. تاثیرگذار باشه عزت نفس داشتن ما برای بر برداشتی که ما از دیگه افراد داریم. شما الان فرمودید که مثلا خجالت زده است، خجول است و آروم از حق خود نمیگیره. ممکنه تبدیل به یک نفری بشه که مثلا پرخاشگر شوه، این نفر عزت نفس دیگه افراد را نتونه که بپذیره و تحمل کنه. میتونه از عوارضشه، از عوارضش، چون که عزت کسایی که عزت نفس داره نداره از خودشون متنفره. خودشون لایق دوست داشتن نمیدونه، خودشون لایق رفاقت، پیشرفت و ترقی نمیدونه. ای شاید بریشون اینطوری تداعی شده که خب تو قادر نیستی هیچ کار رو انجام بدی، تو توانایی نداری، تو همو آدم خجالتی سی، تو همو طفلیستی که نمیتونستی هیچ کار رو پیش ببری. چرا همو توهین، همو سرزنش، همو حقارت که توی طفولیت شاید اطرافیان ما به دلیل ندانستن، به دلیل ای که میخواستن روش بدن اطفال خودشون، ما برخورد داشتم با والدینی که اگر طفلشان درس نمیخواندن که من معلم بودم، میگفتن خب این کتلتشان بزنید، کتکشان بزنید، در صورتی که من میگفتم خب کتک زدن منسوخ شده، اصلا توجیه قشنگی نیست برای تربیت یک طفل. میگفت خیر است، ما کلگی پدر مادرای ما رو بالات کوب آدم کردن. بله این تصور که اگر من طفل خود دچار یک نوع آزار جسمی و روحی بدوم رشد میکنه و او از عدم آگاهی شونه. نه ای که خدای نکرده خصومتی با اولاد خود هیچ کس نداره و همه خوشبختی او رو میخوایم، منتها من میگم علم و دانش تربیت او والده نداره. پس در واقع میشه گفت خانم حسینی که
مهمترین تأثیر رو در حفظ و تقویت عزت نفس در اطفال میشه گفت که والدین داره و محیط خانوادگی. والدین و محیط خانواده. به خاطر همین گفت وقتی که خداوند طفل با احترام و تکریم به این جهان فرستاده و خلق کرده، این وظیفه و مسئولیت بسیار سنگین والدین هست که طفل خدا با مهربانی و با عشق بپذیره. میگه 5 زبان عشق برای اطفال وجود داره که اطفال شاد، سالم و عالی باشه و یکی او از او زبان عشق، زبان محبت کردن، زبان عشق ورزی، حتی زبان لمس است. گاهی والدین ما خیلی جالب بود برای ما، در یک مهمانی بودیم، یک مادر که نوزاد یک ماه داشت، اطرافیان می بوسیدنش، طفل شیرین است. بعد مادرش خیلی جالب بود، 3 طفل دیگه هم داشت، گفت که من اولادای خود تا 2 سال نمی بوسم. بعد برای من خیلی عجیب بود، گفتم چرا؟ گفت که نمی بوسم، خوش ندارم. و این بسیار برای از من هم عجیبم، متاسف، تاسف بار بود. می گفتم چقدر والدینی که ارتباط عاطفی و جسمی داره، خصوصا مادر، او طفل خود در آغوش می گیره، در او شیر می ده، بعد چرا نمی بوسه طفل خود؟ او هم تا 2 سال، 2 سال از عمر یک طفل میگذره و مادری اگر او را با عشق نبوسه، به نظر من یک ضربی روحی میتونه باشه. یعنی ممکنه که نمو طفل که بسیار کوچک هم هست، ما فکر میکنیم چیزی هم نمیفهمه، ولی او دریافت بکنه، او دریافت میکنه هم و تاثیرگذار باشه برای عزت نفس، برای عزت نفس و شخصیتش. چرا؟ چون که لمس بدن، گرفتن دستهاش، بازی کردن، بوسیدن، در آغوش فشردن او طفل، ای باور به طفل میرسنه که امنیت خاطر به او میده. طفل یک روزه ای حس داره که من در یک مکان امن هستم. چه مکان امن‌تر از آغوش والدین؟ چه مکانی؟ یعنی قشنگترین مکان امنی که هیچ جای جهان سراغ نداشته باشیم، آغوش گرم امن والدینه. پس ای را دریغ نبکنیم که ای میشه همو عزت نفس، همو احترام، همو تکریم شخصیت. به خاطر همین والدین باید به اطفال خود احترام بذارن، نامشون را بسیار نیکو صدا بزنن، جان اضافه بکنن، مریم جان، زهرا جان، حسن آقا، شخصیت بدن برشون. اگر والدین با احترام به اولادای خودشون رفتار بکنه، من میگم اطرافیان هم با احترام برخورد میکنه. گاهی اطرافیان از برخورد و نگاه والدین یا خانواده او شخصیت به او طفل میذارن. اگر من به طفل خود احترام بزنم، از نامش که با شخصیت صداش میزنم، از اینکه با احترام دعوتش بکنم، از اینکه بی احترامی نکنم، طفل من هم من یک الگوستم، یک الگوی کامل و عملی که طفل من از من یاد میگیره. حتی میگه محبت کردن پدر و مادر جلو اولادایشون. ولی شما تاکید میکنید، چندین بار همه دقت کردم، گفتید محبت پدر و مادر. در فرهنگ ما عموما رقم است که پدرها یا شرم میکنن یا اینکه بالاخره سعی میکنن محبت خود به یک نحو دیگری نشان بدن، نمی که با هزینه های خانه را به دست میارن. اینها خیلی اهلی که تعریف بکنن، با زبان جاری بکنن، در آغوش بگیرن اولادای خود، به ویژه اولاد شاید دختر خود، این کارا نمیکنن، سعی میکنن که یک مقدار سرسختتر باشن. این چه رقم است؟ متاسفانه در جامعه سنتی ما وجود داره و یکی از من میگم عیبهای بزرگ روشهای تربیتی است، همون شرم و حیا که من میگم او شرم و حیای بسیار بیجاست. هیچ معنایی در محبت کردن و عشق ورزی به اولاد خودش که محرم ترین هست نداره. ما یک شخصیتی ناقص در جامعه تحویل میدیم، یک شخصیت حقیر، یک شخصیتی را که اعتماد به نفس نداره، عزت نفس نداره. انسانهایی که مثل همون نسلهای گذشته خود فقط من میگم زندگی میکنن، در رشد و بالندگی و او شخصیت اصیل انسانی خودشو نمیرسه. به خاطر همیست که ما تفاوت جنسیت هم مشاهده میکنیم، خیلی متاسفانه بد است. گاهی در جامعه که پیشرفته باشه و ارزش انسانی پی برده باشه، دیگه جنسیت معنایی نداره زن و مرد، ولی خب در همچین خانواده هایی من میگم جنسیت معنا پیدا میکنه. او دختر است،
او پسر است، او مرد است، او زن است. یک تفاوت بسیار بارز می کنم متاسفانه به عنوان مفهوم آبروی که یک برساخته اجتماعی است که حتی ممکنه بسیار فاصله داشته باشه از مفاهیم دینی از ما، ولی خب ما او رو برای خودمون درست کردیم و او آبروی همونطور سنگین میشه که گاهی اوقات دیگه تمام زندگی انسان را تحت شعای خودش قرار میده. میخوام یک مقدار در مورد این مسئله صحبت بکنیم و ارتباطی که با عزت نفس داره، اما بعد از یک میان برنامه‌ای که ببینیم. کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من، آگه از این دل پرتم تو فقط بودی و من. کاش هنگام دعا لب زمیان بر میخواست، بی میان جیگری لب تو فقط بودی و من. روزها کاش نبودند و همدم شب بود، شب بی اختر و کوکب تو فقط بودی و من. فاش گویم غم دل، کاش خدایا دائم من بودم از تو لبالب تو فقط بودی و من. واژه در مطلب دل واسطه خوبی نیست، کاش بی واژه و مطلب تو فقط بودی و من. بار الها واژن و محرم و دل هرزه و لب بیگانه است، کاش بی واسطه هر شب تو فقط بودی و من. کاش حتی دو ملک راز برم می بردی در حرم خانه ام امشب تو فقط بودی و من. من هم از سینه دل هرزه برون می کردم، این دل صد دل یارب تو فقط بودی و من. یا اله العالمین، یا اله العاصین، یا ارحم الراحمین. خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان در خدمت شما هستیم. برنامه روشناس از تلویزیون جهانی هادی. عزیزانی که ناب جمع ما پیوستید، موضوعی که صحبت میکنیم عزت نفس است و تاثیر روزداری بر افزایش عزت نفس. کارشناس محترم خانم حسینی بزرگوار، روانشناس بالینی، در خدمت ایشان هستیم. خانم حسینی، سوالی که قبل از میان برنامه من از شما پرسان کردم، این مسئله آبروست که گیاهات است که پدر و مادر رفتارهای نادرست تربیتی دارند و او را تحت عنوان آبروی ذکر میکنند و میگن خب آبروی خانواده ما میره، آبروی ما میره. مثلا اگر تو به مکتب بری یا اگر که تو به دانشگاه بری، تا همین چند وقت پیش واقعا مکتب رفتن و دانشگاه رفتن تا همین 20 سال پیش یک رقم معلوم میشد که یک دختر خانواده میشه اگر به دانشگاه بره. و الان هم در بسیاری از خانواده های سنتی مسائل دیگه، مثلا دختر نباید که وظیفه با سر وظیفه بارن، نباید که حضور اجتماعی داشته باشه، فکر میکنن که آبرویشان میره، که کاملا مغایر با آموزه های دینی ماست. که دین ما طلب علم را فریضه بر هر زن و مرد مسلمان دانسته، طلب مال حلال را فریضه بر هر زن و مرد مسلمان دانسته، حضور اجتماعی موثر گاهی اوقات میتونه فریضه باشه برای زن و مرد مسلمان، و اگر هم فریضه نباشه لاقل آزاد هستن انسان ها که استعدادهای خودشان را ظاهر بکنن. و شما در این زمینه خانم حسینی، با عنوان یک روانشناس بالینی، چی گپی دارید با والدین؟ من همین رو گفتم که وقتی متاسفانه در خانواده سنتی همون تفاوت جنسیتی بسیار بروز پیدا میکنم، منظورم همین مرد بودن، زن بودن، که ای دختر است، ای پسر است. برای من خیلی جالب است چطور وقتی میگیم آبرو، فقط دختر آبروست، پس پسر آبرویی نیست برای شما؟
برای او خانواده، برای او جامعه. و ای که اگر آموزه های دینی رو ما نگاه بکنیم یا قرآن شریف که کتاب دینی و دستور تمام آیین زندگی بشریت در هر نقطه جهان در قرآن آمده، اون نگفته که نساء و رجال، مشخص نکده، گفته انسان. حتی میگیم خلقنا الانسان، ما انسان خلق کردیم، نگفته که ما زن آفریدیم و باز مرد آفریدیم. ببین در قرآن، در دین ما احترام و تکریم برای انسان گفته و انسان هم شامل مرد و زن، انسان خلیفه خداست، خلیفه است. آره، و او جنسیتش بعد تفکیک میشه. اما ای که آموزه های دینی رو اگر ما قبول داشته باشیم، من ای که مسلمان و من ای که ادعای مذهب خاصی را دارم، خود دین خود وقتی نگاه میکنیم، دین ما پر از آموزه های شیرین و جذابه که تفکیک جنسیتی نداشته. حضرت فاطمه زهرا سلام الله که بهترین الگوی زنان هست و همچنین زنان دیگر، ایشان معلم بودن، ایشان مفسر بودن، ایشان شاگرد خصوصی عمار و یاسر و یاران پیامبر شاگرد خصوصی حضرت زهرا بودن. اگر اشکال بر ای باشه که زن سواد نداشته باشه، چرا پس رهبر زنانتون دارای سواده، دارای علمه، دارای کتابه؟ یعنی که نعوذ بالله ادعا بکنید مگر که این رقم ادعا بکنید یا وظیفه نداشته باشه. تر از پیامبر. آره. ما دختر خدا نمیمانیم. خود در این ادعاش همینطور میشه که ما اونا نمیفهمیدن، ما میفهمیم روش های تربیتی خدا. و این حقارت و توهین به جنس زن و به جنس مادر است. مادری که الگو و ستون خانواده و یک جامعه است. اگر مادر با سواد باشه، اگر مادر دارای عزت نفس باشه، اولادای او چه دختر چه پسر دارای عزت نفس، تکریم و احترام میشه. من این رو میخواستم بگم، متاسفانه ما گفتیم وقتی نام اولاد خدا با عزت و احترام صدا بزنیم، متاسفانه توی جامعه سنتی رواج است که نام دختر یا همسر خدا در جامعه نمیبرن، میگن خانه زنگ زده، خانه کار داره. در صورتی که نام یک، من میگم شی و مکان حاضریم بر یک انسان بذاریم و نام او که قشنگترین حس به انسان من میگم تداعی میکنه، او را ما دریغ میکنیم. و چقدر این متاسفانه جای بسیار من میگم افسوس داره. ما چی ادعای میکنیم که ما جامعه اسلامی هستیم، ولی متاسفانه عمل کرده ممکنه فاصله داشته باشه، نداریم. بله خانم حسینی، بریم سر بحث خودمان. با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان هم هستیم، حضور ما و درک ما از ماه مبارک رمضان چگونه میتونه تاثیرگذار باشه بر عزت نفس؟ ببینم من خودم دغدغه شخصی ام به عنوان یک مادر، چه رقم میتونم که تاثیرگذار باشم که در این ماه اولاد از من، دختر از من، بچه از من یک رقم با عزت نفس بار بیاید و تربیه شود؟ در قرآن عزت نفس آمده. در قرآن میگه عزت مخصوص خداست و مخصوص پیروانی که با خدا ارتباط برقرار میکنه. خب این همو عزت نفس ماست که ما در کتاب ها میخونیم و در زندگی کاربرد داریم. چقدر قشنگ گفته. خب کسی که داره عزت نفس خداوند، خداوند چون بسیار بزرگ و عظیم هست، پس انسان هایی که با او ارتباط داره، این ارتباط در کجاست؟ در همه حال است. ما میگم خداوند هر جا که نگاه بکنی و نظاره بکنی باید خدا رو ببینی در کلام عادیش. اما گاهی من میگم یک شرایط خاص و ویژه است، مثل ایست که اگر یک مثال بزنیم، ماه مبارک رمضان تشبیه بکنیم در مثال حج، حج واجب و حج عمره. حج واجب فقط در ماه ذی‌الحجه است، در ماه قربان است، یک شرایط ویژه داره که انسان ها اعمال و مناسک حج رو به جا می آورن و حج و عمره رو تو میتونی در طول سال انجام بدی. من میگم این ماه رمضان همو وقت اختصاصی است که خدا شامل حال بندگانش کرده. و این چقدر شیرینه که خداوند با احترام و با عزت
بندگان خودش در یک فضیلت، در یک فیض الهی دعوتشون میکنه، یک ما که با او یک ارتباط عاشقانه و عمیق داشته باشه. در صورتی که ارتباط باید در طول زندگی ما باشه، اما گاه یک چیزی ویژگی و خاصی داره و این ماه رمضان است که بالاخره زمان ها مکان ها همه مکان ها مسجد، ما در مسجد میریم، در یک مکان مذهبی میریم، در زمان خاص هم قطعا تأثیر گذار است. و ماه رمضان دارای این ویژگی است که وقتی در محیط خانواده، اعضای خانواده، من میگم به یک دعوت و دعوتنامه‌ای که با احترام، با عشق فرستاده شده و من او دعوتنامه را لبیک میگم، خب اطفالی که در او خانه است میبینن، گفتیم اطفال الگو برداری میکنن، اطفال مانند دوربین هایی هستند که تمام اعمال و رفتار اطرافیان خصوصا والدین خود ضبط میکنن. بله، پس رمضان کمتر از 3 دقیقه فرصت. پس ماه رمضان باعث میشه که او ارتباط عاطفی که من با خالق خود ایجاد کردم و یک سری اعمالی را که خداوند گفته اگر این اعمال انجام بدی روزه شما باطله و اگر انجام ندی دارای ثواب است و او از او فیض الهی بهره مند میشی. ماه رمضان ما از بسیاری اعمال بسیار بد مثل خشم، مثل عصبانیت، مثل دروغگویی، گذشته از خوردن و نیاشامیدن، اما از چشم چرانی، از تهمت زدن، از ناسزا گفتن، از فحشا، از کارهایی که باعث میشه که یک انسان دچار یک تزلزل باشه و رفتار شیطانی داشته باشه دست برمیداره، همی به خود کنترلی میرسه. خود کنترلی همو عزت نفسه، همویی که من به خود احترام میذارم که در کسی توهین نکنم، به خود احترام میذارم که به انسانها احترام بذارم. این میشه عزت نفس، با روزداری تکمیل میشه. کسی که دارای عزت نفس هست، همون گونه که گفتیم انسانهای سازگار با محیط هست، انسانهایی هست که عاشقانه میتونه ارتباط با دیگران و با خالق هستی برقرار بکنه و این عزت نفس را به اطفال خود میتونن هدیه بدن. از این طریق که در این ماه ما یک ارتباط خوب با خدا برقرار کردیم و خداوند فرموده که ما از کارهای حرام دست برداریم و یک تمرین است، تمرین خود باوری، تمرین خود کنترلی. یک ما اگر ما خود کنترل بکنم که خشم نداشته باشم، کنترل بکنم که غیبت دیگران را نکنم، ما در طول سال به خاطر این تمرین یک ما به او شخصیت خودسازی خود میرسم، در او باور خود میرسم که ما یک انسان هستم که باید کارهای انسانی و خدا پسندانه انجام بدم. بله، چقدر زیبا. پس همین حضور ما در ماه مبارک رمضان و همین که ما مناسک این ماه را به جای می آوریم و به صورت خانوادگی سعی می کنیم که روزدار باشیم و این نکاتی که شما فرمودید را رعایت بکنیم، خودش تاثیرگذار خواهد بود برای که طفل ما عزت نفس داشته باشه و عزت نفس تقویت شما. بسیار بسیار تشکر از شما خانم حسینی، بسیار استفاده کردیم. و اما از شما بینندگان عزیز محترم هم تشکر میکنم، بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان و بزرگواران، برنامه به صورت لایف، تمام برنامه ها از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی هم پخش میشه و میتونید ببینید. برنامه گذشته را میتونید که در سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنان از طریق یوتیوب و آپارات و دیگه فضاهای مجازی هم ببینید، انشاءالله استفاده بکنید. نظرات خودتان را از طریق شماره تماس مثبت 964-780-255-413 میتونید که از طریق واتساپ و تلگرام با ما در جریان بگذارید. ما را بسیار خوشحال میکنید وقتی که نظرات خودتان را برای ما میفرستید. در پایان برنامه یک تکه و قطعه بسیار کوتاه و زیبا از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری تقدیم شما میکنیم و بعد از او از خدمت شما مرخص میشیم. الهی، به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، مرا دریاب که میتوانی. الهی آمین. به امرای کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشویم. در پناه خداوند مهربان باشید. باشید معطر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و
وآل محمد وعجل فرجهم.